به نام خداوند بخشنده و مهربان، با عرض سلام و خسته نباشین خدمت یک و یک شما بیننده های عزیز. امید که جور صحتمند و سرحال باشین و یک هفته را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و همچنان روز شنبه و آغاز هفته را با خوشی و پرنشاط آغاز نموده باشین و همچنان انوار الهی تابنده قلب هایتان باد. قسمی که میفهمین دوستای عزیز، دیروز روز کودک بود و همچنان ما ویژه برنامه را تهیه دیده بودیم که متاسفانه به خاطر رخصتی که پیش آمد ما نتونستیم تقدیم شما عزیزان کنیم، اما ما خواستیم که امروز اختصاص بدیم بر روز کودک و همچنان برنامه را ویژه بگیریم و برنامه ما متفاوت باشه. قسمی که در جریان هستیم دوست عزیز، همراز ما دکتر صدیقی معزز با خود مهمان می داشته باشیم، اما امروز خواستیم کم تنوع بیاریم به خاطر کودکای عزیز افغانستان که امروز مهمان عزیز ما هستن، سنا جان عزیز، و همچنان ما هم به نوبه خود روز کودک را بر تمام کودکای افغانستان به خصوص کودکای رنج دیده و غم دیده افغانستان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امید که روز کودک را به خوشی سپری کرده باشند و همچنان همه روزشان شاد و بانشاد باشند. و امروز مهمان عزیز ما هستن سنا جان که ایشان ورزشکار هستند و همچنان رسام نیز هستند و ای که با ما در جریان گذاشتن از صنف اول الانوی مکتب که درس خواندن اول نمره مکتبش بوده و سخنان بیشتر را با خود شروع میکنیم. سلام سنا جان، صحبت بخیر. به نام خداوند یک توابه همتا همرنگ سپیده و سپیدار شوید، مشتاق سلام و مست دیدار شوید. در قدم نخست سلام و احترام خود را تقدیم شما نگیم جان و تمام بیننده‌هایی که ما را از طریق پردی تلویزیون تماشا میکنن، سلام خود را تقدیم میکنم و یک سلام خاص به پدر و مادر جان عزیزم. سنا صدیقی هستم، متعلم صرف نوام مکتب و همچنان به نوبه خود روز جهانی کودک به تمام کودکان جهان تبریک میگم. بسیار علی، نام خدا. خب با یک دختر بلبل زبان و شیرین زبان امروز ما با خود مهمان داریم. خب سنا جان عزیز، میایم در ارتباط با ای که چی خوب است کم بیننده های عزیز و همچنان کودکایی که همین لحظه نشستن میخواین معرفت بیشتر با خودت داشته باشن، میشه که خودت کم بیشتر معرفی بکنی؟ خب سنا صدیقی هستم، متعلم صنف نهم مکتب و همچنان از صنف اول تا به فعلا ما اول نمره بودیم و با بسیار ورزشکار. خب مکتب را یادآوری کردی، چه خوب است که در ارتباط با مکتبت صحبت بکنی که در کدام مکتب هستی و همچنان از طول قدر وقت که بوده قسمی که یادآوری هم کردی اول نمره هستی. با چه مشکلات مواجه میشی در راه مکتب، در صدر راه مکتب و همچنان چه کوشش هایی را کردی که تا امدم اول نمره باقی ماندی؟ خب من اصلا فعال به خاطر ازی که اول نمره بودیم، چون که تلاش و کوشش بسیار زیاده نبودیم و اول نمره کار به نظر من اول نمره بودن کار ساده ای نیست و به خاطر ازی باید تلاش و کوششات بسیار زیاده شدن و همچنان مشکلات زیاده را مردم در خصوصا در افغانستان مشکلات زیاده است، در راه از آن رقم ترس است که خود کنم از امنیت فعلی. بله دیگه مشکل زیاد می باشه، اما باید ما در مشکل تلاش کنیم. دقیقا، بسیار عالی. جا داره که اینجا در ارتباط با مکتب صحبت کردیم، نشته از جمهوری اسلامی وزارت معارف و همچنان آموزشگاه عالی معرفت، این هم به نظر ما از مکتبتان است سنا جان. خب نخیر، این از کورسم است. خب و از مکتبم طرف تقدیمنامه دیگه است، مکتبم مکتب درست. سلطان رازی است. بسیار عالی. خب میشه در ارتباط با این لوحه سپاس صحبت بکنیم که با چی دلیل از کورس به دست آوردین شما؟ چون درجه اول از کورس می به دست آوردیم، بخاطر از این تقدیم نامه را ما کسب کردیم. بسیار عالی. و همچنان این هم از کورس است. بله. دیجا هم چنان ما درجه اول به دست آوردم در کورس که تقدیم نامه را. بسیار عالی. و در ارتباط با این؟ اینجا تقدیم نامه را من از مکتب به خاطر اول نمرگیم به دست آوردم. بله بله. بسیار عالی. و همچنان نگفته نمونه که پارچه های سنا جان نیز اینجا هست. من به گونه مثال یک تاشو به شما عزیزان نشان میتونم که اینجا هست سنا جان کامیاب اول نمره و همچنان در این پارچه دیگهش نیز است اول نمره و تمام پارچه هایشان پیش ما حضور داره. برای من معلوم است که سنا جان اول است. خب بسیار عالی سنا جان، در ارتباط بر علاوه با این که در مکتب درس هایی تا میخوانی و کوشش داری، میشه بگویی که در کدام مضامین مکتب بسیار علاقمندی خاص داری؟ علاقمندی خاص ما به مضامین ریاضی و انگلیسی زیادتر است و مضامین بیولوژی رو بسیار دوست دارم. بسیار عالی. و همچنان چه خوب است که در ارتباط با آینده نه صحبت بکنی که در آینده چی تصمیم دارید انشالله؟
بعد از اینکه مکتب به اتمام رساندم میخوایم توسط امی هدفهایی که دارم به مردمم خدمت بیشتر کنم. میخوایم دکتر موفق در آینده شوم انشالله. و در پهلوی از اینکه دکتر موفق شدم چون رشته اصلیم دکتری میباشه میخوایم رسامی خود نیز ادامه بدم. بله بله. و همچنان اینجا سنا جان میشه بگوی که در اوقات بیکاری کدام کارها را انجام میده که اینجا قسم که معلوم هست از نقاشیات هم هست، در ارتباط با اینا هم صحبت بکنیم. خب من اوقات بیکاری بیشتر به رسامی علاقه دارم و میخوایم امو رسامی که امو چیزی که در ذهنم هست توسط قلم به تمام هموطنان به نمایش بگذارم. بسیار عالی، بسیار یک پیام زیبا و عالی. چه خوب است که در ارتباط با این هم صحبت بکنیم. خب من دایی از زیر رسامی معلوم میشه که بسیار به کارتونی هم علاقه خاص داری. بله به کارتونی بسیار علاقه خاص دارم و دایی جم رسامی کارتونی بسیار علاقه دارم که بکشم. بسیار عالی. و همچنان این نیز کارتونی هست، میشه در ارتباط با این رسامی صحبت بکنی سنا جان؟ خب من وقتی که اوضاع افغانستان می دیدم بسیار اوضاع خراب داره، همه مردم سال می خواه، من ایره بخاطر از نمو یک دست که سال می خواه را رسم گشتم. بسیار عالی. خب سنا جان میشه در ارتباط به استعداد صحبت بکنیم که بر علاوه نقاشی دیگر با چی هنرها و یا هم در کدام رشته های استعداد داری؟ من به ورزش بسیار علاقه دارم. بسیار و همچنان یکی از ورزشکارهای تیم ملی هستم. بسیار جمناستیکار هستم و در بسیار مسابقات اشتراک کردیم که تقدیرنامه و مدالایی گرفتیم فراموشم شده بیارم. خیلی دیگه... ما مشکل نیست. اینجا به نظر ما که یک تقدیرنامه هست از ورزش، میشه در ارتباط به صحبت بکنیم. خب من در این تقدیرنامه چون مقام سوم کسب کردم در مسابقات جمناستیک، بازی تقدیرنامه را با یک مدال به دست آوردم. بسیار عالی. خب دوستان عزیز سنا جان با ما هستند و در ارتباط با توانایی هایشان استعداد هایشان و اینکه در اوقات بیکاری چی کارها را انجام میتن، پیشنهاد من به تمام اطفال نازنینی است که چون امروزه فس و یا هم رواج تکنولوژی هست، شما چی خوب است که بر علاوه استفاده کمتر از تکنولوژی علاقمندی به رسامی و یا هم دیگر سرگرمی های به خصوص داشته باشین و فعلا هم یک میان برنامه کوتاه داریم. صحبت شیرین با سنا جان ادامه خواهد داریم. دوباره برگشتیم عزیزان بیننده و همچنان شما را خوش آمدید میگم. امروز روز کودک است، باز هم روز کودک را بر تمام کودکای افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امید که شاد و خوش و خرم باشند و همچنان سنا جان نیز با ما هستند در استودیو. خب سنا جان قسمی که ما صحبت کردیم به نظر من کدام تحفه را مد نظر گرفتی بر کودکای عزیز؟ بله، ما بازم روز کودک به تمام کودکان جهان تبریک میگم و همچنان یک تحفه برشان مد نظر گرفتیم. امروز چه روز خوب است، روز قشنگ کودک. تبریک میگویم بچه ها، روز شما مبارک. سالم و شاد باشید، گلهای باغ امید خرم و آزاد باشید. کاش که همیشه باشد خنده روی لبهایتان، شادی همیشه باشد مهمان دلهایتان. بازم میگم بچه ها، روز شما مبارک. تمام روزهای خوب، روز قشنگ کودک. بسیار عالی، نام خدا. بسیار عالی، بسیار یک شعر کودکانه نازنین. امید که خوش کودکای نازنین آمده باشه. و همچنان سنا جان چه خوب است که در ارتباط با این صحبت بکنی که چی پیام داری بر کودکای عزیز، قسم که شرایط فعلی را میبینی و همچنان کارهایی که خودت انجام میتی، نقاط منفی را که در زندگی خودت میبینی چون تو هم یک کودک افغان هستی، چی پیشنهاد داری بر دیگر کودکای افغان که چی کارها را باید انجام بده؟ با تمام کودک ها و همچنان همسن سالای خود ای پیشنهاد میکنم که از همین لحظه هدف آینده خود را تعیین کنند و هر چیزی که میخواهند به دست بیارن. استعدادهایی که دوا پنهان است باید او را آشکار کنند و هر چیزی که در آینده میخواهند شوند از همیال تصمیمش بگیرند. یک پیام بود بر من. بسیار عالی. و همچنان در اخیر هم دوستای عزیز نگفته نمانده و کودکای عزیز، عزیزی که علاقمند سنا جان شدن، سنا جان من بعد در بخش از برنامه ها خود هم کار ما بودن و همچنان تشکری سپاس که امروز تشریف آوردی و دست پا بر برنامه آمده بودی و همچنان تحفه بسیار زیبا. سلامت باشید. تشکر.
دوست عزیز، این بود از داشته اول برنامه که سنا جان نازنین با ما بودن و در ارتباط با توانایی هایشان، درس هایشان و همچنانی که در اوقات بیکاری کدام کارها را انجام میده و بسیار یک شعر زیبایی را خواندند و همچنان پیام بسیار عالی بر تمام کودکای نازنین داشت. امید که خوش کودکای نازنین آماده باشه و همچنان فعلا هم یک میان برنامه کوتاه داریم. در بخش بعدی برنامه ما را تنها نگذاریم.